ما امروز از ساعت حدود ساعت 5 صبح مجروحین رو دریافت کردیم. فی الواقع بسیار دردناک و دلخراش بود یورش وحشیانه و جنایتکارانه ارتش تحت امر مالکی به شهر اشرف. تعداد بسیار زیادی مجروح رو ما در اینجا دریافت کردیم. همزمان شهدایی داشتیم که در تمامیتش تا الان 31 شهید و حدود 300 مجروح داشتیم، تماما در اثر شلیک‌های گلوله از نزدیک و جراحت‌های بسیار شدید و وسیع، از جراحت‌های مغز، جراحت‌های قفسه سینه، شکم و جراحت‌های ارتوپدی، یعنی شکستگی‌های اندام‌ها که خیلی زیاد و با خونریزی‌های وسیع و فی‌الواقع بسیار سنگین در اثر این یورش وحشیانه ما مجروحایی رو که داشتیم و به اورژانس اومدن دریافت کردیم. واقعیت اینه که در این 2 ساله که نیروهای ارتش تحت امر مالکی در اشرف مستقر شدن، یک محاصره ظالمانه و ضد انسانی رو در اشرف اعمال کردن در جمیع جهات، از جمله در زمینه دارو، درمان و پزشکی، به طوری که از ورود پزشکان متخصص به اشرف ممانعت میکنن، از ورود دارو و هر گونه امکانات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای معالجه بیماران به اشرف ممانعت میکنن و فی الواقع ما با یک مشکل جدی به دلیل این محاصره ظالمانه از نظر درمان و معالجه بیماران و